فرانسوی اثر میدانی رو توضیح دادیم که چطوری کار میکنه و تحت چه شرایطی تو ناحیه اشبا یا عمومی قرار میگیره. تو ناحیه عمومی گفتیم شبیه مقاومت عمل میکنه، تو ناحیه اشبا تقویت کننده است واسمون یا شبیه منبع جریان عمل میکنه. اون هنی جریان نسبت به ولتاژ درین سورسش، ولتاژ دو سرش دقیقا شبیه بایپولار بود، عملکردش هم شبیه همین بود. تنها تفاوتشون این بود که این دوتا تفاوت عمده داشتن. یکی این که ماسفت یا ترانزیستور اثر میدانی جریان گیتشون صفره، برخلاف بی جی تی که جریان بیس داشت یه مقدار، پس مقاومت بودش بی نهایت تقریبا. و نکته دوم این که تقویت کننده ماسفت یا همون جی ام تغییرات جریان خروجی نسبت به تغییرات ولتاژ ورودی یا همون جی امش کمتر بود از بایپولار یه کمی، ولی خب خوبه، همون کار ما کار تقویت کننده رو انجام میده. و حالا میخواییم به وسیله همون سیماسا چند تا تقویت کننده رو طراحی کنیم. دقیقا شبیه هر مداری که برای بایپولار بستیم میتونیم همونا رو صورت ماسفت یا با استفاده از ماسفت مجدد پیاده سازی کنیم. سلام، اگر دوستانی میان سلام میکنن ببخشید من بعضی وقت دارم تدریس میکنه حواسم نیست. سلام علیکم. خدمت شما عرض کنم که این نکته ای هست که اینجا گفته که به جای مقاومت، مثلا مقاومتی که تو کالکتر یا توی درین داشتیم، میتونیم از ترانزیستور استفاده کنیم به جای مقاومت. یا این هم بازی مقاومت، چون این ورودی دیگه. سلام علیکم. مشکلی نیست دیگه، حالا ویدیوشو تماشا کن. حالا مشکلی نیست، میتونی کلاس رو ترک کنی شما. آیزاده اینجا گفته که هر دو حالا پیاده سازی تقویت کننده میتونیم مقاومت موجود در سورس و درین و کالکتر امیتر رو با استفاده ترانزیستور پیاده سازی کنیم. خب ما میدونیم که مقاومت جزو بدید اینا رو پاک کنم. اینجا مثلا اگر ما جه این ترانزیستوری مقاومت RSC داشتیم، خب جریانی که از درون این میگذشت در واقع ولتاژ دو سر اینو تعیین میکرد دیگه. ولتاژ دو سر این مقاومت کم و زیاد میشد، خب جریانش کم و زیاد میشد. مقاومت که ثابت بود دیگه، R مساوی است با E بر I، این که ثابته، پس جریانش که کم و زیاد میشه ولتاژ دو سرش کم و زیاد میشد و یه جورایی روی در واقع سوینگمون تأثیر گذار. سلام علیکم، مشکلی نیست. حتی روی بهره ولتاژمون دیگه میگفتیم برای اینکه این بهره ولتاژ رو میشد چی؟ میشد جی ام مثلا توی امیتر مشترک تو بایپولار جی ام آر سی دیگه، درسته؟ این آر سیه تو بهره ولتاژمون یه تأثیر قابل توجهی داشت، مقاومت خروجیمون تقریبا. سلام علیکم. حالا اگر مقاومت خروجی رو و این آرسیه رو ما زیاد میکردیم، افزایش میدنیم که برای ولتاژمون افزایش پیدا کنه، ولتاژ دو سر آرسیه افزایش پیدا میکرد، سوینگمون کم میشد دیگه، سوینگ کاهش پیدا میکرد. حالا برای حل این مشکل میگه میتونید از ترانزیستور استفاده کنید. اینا نقش مقاومتی دارن، این نقش مقاومتی داره، چون ما
سیگنالی به این ترانزیستور اعمال نکردیم، به بیسش، به گیتش سیگنال اعمال نکردیم، گفتیم که ما هیچ وقت سیگنال رو به درین اعمال نمی کنیم یا به کالکتر. ما سیگنال ورودی رو گفتیم اون جلسات اول که هیچ وقت به کالکتر بایپولار یا درین سیماس یا ماسفت. سلام آقای عرفانی. یا به درین ماسفت اعمال نمی کنیم. پس این ترانزیستور ها کلن نقش مقاومت دارن، اونایی که سیگنال به گیت و سورسشون اعمال نشده و همچنین این بایپولار. اگر مدل سیگنال کوچیک اینو مثلا من بکشم، حالا یه مختصر مثلا این وولتاژ گیتش اگر باشه مثبت منفی دیگه گیت سورس، سورسش هم که زمینه، بعد از اینجا یه منبع جریان داشتیم، یعنی یه مقاومت خروجی داشتیم، این هم میشود درینش. این منبع جریان چی بود؟ جی ام وی جی اس بود، جی ام وی جی اس. و وی جی اس ما چیه؟ پایه گیت به کجا وصله؟ به ولتاژ دی سی وصله. ولتاژ دی سی تو حالا سیگنال کوچیک گفتیم اتصال کوتاه دیگه، غیر فعالش میکنیم، دی سی نداریم تو اسمال سیگنال، تو حالت ای سی هستیم. ولتاژ این فقط یه بایاسه دیگه، یه مثلا 8 ولت مثلا وصل کرده به بیس که اون ترانزیستور روشن باشه، همین. نمیشه که وصل نکنی، خاموش میشه، جریان رو خوب نمیده. پس 8 ولت مثلا 1 ولت 9 ولت به بیس وصل کرده تا ترانزیستور روشن شه، ولی تو حالت سیگنال کوچیک وقت میخوایم حساب کتاب کنیم زمین میشه این پایه. خب گیت سورسمون صفر شد، دو سرش زمینه. گیت سورس که صفر باشه یعنی من به جریان صفر، من به جریان که صفر باشه فقط آر او میمونه اینجا. یعنی اولا همون چیزی که من گفتم، این ترانزیستوره فقط نقش یه مقاومت رو داره برای ما ایفا، نه چیز دیگه. پس اینو تو ذهن داشته باشید، وقتی ترانزیستوری این کار، اگر کسی قراره تقویت کنه اینه، ولتاژ ورودی به گیت این اعمال شده، این یه سورس مشترک. پس این نکته. حالا اومده مقایسه کرده، گفته که اینو ما داشتیم توی این، یه تقویت کننده سیماس است، این یه تقویت کننده بایپولا. اینو که قبلا دیده بودید، رنگو عوض کنید، اینو قبلا دیده بودیم. ما گفتم اینجا یه مقاومت آرسی داشتیم، مقاومت رو برداشته یه ترانزیستور گذاشته. از اینجا چی میبینیم؟ از امیتر Q2 یه 1/GM میبینیم، 1/GM2 میبینیم. از اثر ارلی صرف نظر میکنیم، آر او دو مهم نیست، خیلی بزرگی در مقابل 1/GM معمولا حذف میشه. 1/GM2 میبینیم. از پایین چی میبینیم؟ و از پایین هم وقت داریم از البته این مدل سیماس هست، فرق نمی کنه، میخواد فقط داره مقایسه میکنه بگه این دوتا دقیقا یه کار انجام میده. این مدل این. از پایین هم یه مقاومت خروجی از درین داریم تماشا میکنیم دیگه، از اینجا مقاومت خروجی M1 رو داره میبینه. پس این ترانزیستور بالایی فقط یه نقش مقاومت داره، پایینی هم مقاومت خروجی شد داره، و به علاوه ترانزیستوره که یک جی ام رو برای ما تولید میکنه. پس برای ولتاژمون میشه چی؟ چون سورس مشترک هست یا امیتر مشترک، اینجا منفی داریم، علامت منفی داریم،
اخلاف فاز بین گیت و درین منفی هست. میشد جی ام آر سی قبلا دیگه، میشد جی ام یک ضرب در آر سی، منتها این دفعه آر سی مون اینه. حالا از آر او دو ما صرف نظر میکنیم، این میشه آر سی مون، میشه آر سی از ترانزیستور استفاده کرد. نمیدیم استفاده شد. خب این هم جاگذاری کرده، جی ام ها برابرن دیگه چون جریانشون برابره. این تقریبا اومده یه بافر ساخته، این در واقع یه مدار بافر هست برای ولتاژ شد منفی. ولتاژ آستانی ترانزیستور ماسفت به دما وابسته است، لذا ایجاد پایداری حرارتی در پایین سورس مفید خواهد بود با تعبیه مقاومت در سورس. میخواد بگه همون کاری که ما در امیتر در بایپولار انجام میدادیم، تو بایپولار برای پایداری حرارتی و استقلال جریان از بتا و جریان بیس و همون دما، خب یادتون باشه یه مقاومت توی امیتر میذاشتیم، حالا تو مود ای سی بایپاسش میکرد. گفته این کارم همینجا میتونی انجام بدی، چون درسته اینجا آی اس نداره رابطه جریان، اگه یادتون باشه برای ماسفت آی اس نداشت که به دما حرارت وابسته باشه، اما حالا کاش اگر میشد بنویسم رابطه جریان محبلش کن، ولی یه ولتاژ ترشولد بود تو رابطه جریان، اون ولتاژ ترشولد به دما وابسته است. پس ما نیاز داریم که پایداری حرارتی رو کماکان برای ترانزیستورهای ماسفت، برای تقویت کننده‌ای که مبتنی بر ترانزیستور ماسفت هستن، کماکان باید برقرار باشه، پایداری حرارتی رو داشته باشه. نکته بعدی گفته که استفاده از ترانزیستور به جای مقاومت در خروجی پایانی درین سبب حذف مشکل افت ولتاژ دو سر مقاومت شده، همون چیزی که گفتم، و محدودیت افزایش بهره ولتاژ کاهش می‌یابد. می‌تونیم بهره ولتاژ بیشتری بگیریم، چون این اگر این ترانزیستور رو البته برعکس بزنیم، یعنی یه پیماس حالا جلوتر داریم، یه پیماس به جای این استفاده کنیم، از اینجا مقاومتی که میبینید دیگه یک بر جی ام نیست، فقط آر او دو رو میبینید. و آر او دو میدید خیلی بزرگه، میتونید بهره ولتاژ افزایش بدید. عبارتی با توجه به افت ولتاژ دو سر مقاومت خروجی، بهره ولتاژ مورد نیاز به دست میاد و وابستگی بهره ولتاژ به ولتاژ مقاومت حذف میشه، چرا که ترانزیستور در ناحیه تقویت کننده یا همون ناحیه اشباش شبیه منبع جریان با مقاومت خروجی زیاد عمل میکنه و با تغییرات ولتاژ دو سر آن منجر به تغییرات جریان نمیشه. دیگه مثل مقاومت نیست که به جریانش تغییر ولتاژ دو سرش تغییر کنه جریانش هم تغییر کنه، نه دیگه، من به جریان ایدئاله، من به جریان ایدئال تقریبا ایدئال میگیم دیگه، گفتیم که ولتاژ دو سرش هر چقدر تغییر کنه تغییری نمیکنه. ترانزیستور هم همچین منحنی داشت تو اشباه دیگه، تقریبا جریانش به ازای تغییرات ولتاژ درین سورس ثابت میشد، اینم حال جریان باشه و این یه مزیت های درین. مثلا اینجا جریان تقریبا ثابته دیگه، دی اس ولتاژ دو سرش که زیاد میشه ثابت، خوبه، از مقاومت خیلی بهتره، سوینگمون خیلی بهتر میشه. برخلاف بایپولار جریان عبوری از مقاومت های پایانی گیت میتواند خیلی برخلاف بایپولار جریان عبوری از مقاومت های بایاس پایانی گیت، یادتون باشه مثلا این مثال میزنم اینجا رو ما با دو تا مقاومت بایاس میکردیم دیگه، اینجوری میگه که جریان عبوری از این مقاومت ها رو میتونیم هر چقدر میخوایم کم کنیم، چون دیگه جریان بیسی نداریم بگیم که ولتاژ اینجا رو میخوام از جریان بیس یا بتا مستقل کنم، به خودش مستقله چون گیت جریان نمیکشه. پس میتونیم جریان مقاومت های بایاس رو کم کنیم که در واقع توانمون کم شه دیگه، ولی تو بایپولار اینجا میگفتیم که جریان این مقاومت ها باید حداقل 10 برابر از جریان بیس بزرگتر باشه.
به یه محدودیت برای ما نمیتونست مقاومت ها رو خیلی بزرگ کنیم. اگر سوالی هست بفرمایید. ما بهره ولتاژ اینا رو بذار حساب کنیم. این یه پیماس سورس مشترکه. بهره ولتاژش میشه جی ام آر اوت دیگه. این که جی ام آر اوت هم مقاومت این، مقاومت خروجی این و مقاومت خروجی بالایی. دو تا آر اوت موازی شد. این یکی من دارم گفته مقاومت خروجی رو حساب کنیم. خب قبلا برای بایپولار حساب کردیم دیگه. این اگر اینجا یه اسمشو میذاشیم اون موقع آر ای مثلا آر امیتر گفتیم مقاومت خروجی میشه جی ام آر ای علاوه یک در آر او میشه مقاومت خروجی. حالا اینم همونه، اینم ساختار همونه. به جای این ترانزیستور مثال دیودی یک بر جی ام رو گذاشته، از آر او دو صرف نظر میکنیم. ببینید این اینو حالا تو منابع جریان میخونیم تو فصل بعدی اگه اشتباه نکنیم. این از اینجا که نگاه کنی میشد آر او دو رو میدیدیم دیگه، مقاومت رو میدیدیم، آر او رو میدیدیم. ولی وقتی گیت رو میاری به درین بس میکنی میشه آر او موازی یک بر جی ام. دقیقا شبیه چیزی که از سورس میدیدیم. حالا این ساختار رو بعدا میخونیم تو منابع جریان. اینو جایگزین کرده، مقاومت رو حساب کرده، گفته آر او یک این باشه ضرب در جی ام یک ضرب در مقاومتی که از اینجا میبینه این باشه و این به علاوه جی ام دو چیه؟ آها این ما ساده شده رو شد در نظر میگیریم، از این صرف نظر میگیریم خیلی کوچیک، اما ساده شده است برای ما کافی. خیلی خوب، حالا اون نکات رو گفتم که اینجا تو ساختارا یه ذهنتون آمادگی داشته باشید. این همون تقویت کننده سورس مشترک، شبیه همون امیتر مشترک. خب گفتم بایاس گیت رو با دوتا مقاومت تامین کرده، چون جریان گیت اینجا صفره دیگه اهمیتی نداره که جریان عبوری از اینا چقدر باشه، فقط توان مصرفی تعیین میکنه. برای اینکه توان مصرفی کم باشه جریان کمی رو انتخاب میکنیم و میتونیم این مقاومت ها رو خیلی بزرگ کنیم. مقاومت ها رو که خیلی بزرگ کنیم مقاومت ورودی مون هم خیلی بزرگ میشه. این یه خوبی MOSFET. حالا اومده بایاس گیت رو اینجوری تامین کرده، سیگنال ورودی رو با یه کوپلاژ خازنی اعمال کرده به ورودی که رو دی سی ورودی مون تاثیر نذاره. دی سی منبعتون اگر منبع باشه دی سیش میخواد تاثیر نذاره و از خازن استفاده میکنیم. دقیقا اینا رو توند میگم شبیه بایپولار نمیشه. خب منبعمون یه مقاومت ورودی هم داشت دیگه، یه مقاومت خروجی هم داشت، مقاومت معادل آر جی اسمشو گذاشته. پایه سورس بین ورودی و خروجی مشترک هست، به این خاطر بهش میگن سورس مشترک. آر اس رو توی سورس گذاشته، دقیقا شبیه مقاومتی که تو امیتر داشتیم. برای پایداری حرارتی گفتیم چون ولتاژ تره شد اینجا به دما وابسته است، پایداری حرارتی لازمه که آر اس رو گذاشته. ولی چون بهره رو کم میکنه یا سیگنال کوچیک آر اس برامون هست. خب به جای آر کالکتور هم آر درین اسمش عوض شده، این پایه درینه دیگه، گفته آر درین. این امیتر بود شده سورس، گفته آر سورس و به همیشه.
حالا بریم سراغ بره ولتاژش. گفته لاندا، فرض میکنیم لاندا صفر باشه، یادتونه تو بایپولار میگفتیم ولتاژ ارلی بی نهایت باشه یا از اثر ولتاژ ارلی صرف نظر میکنیم، بعد از آر او صرف نظر میکردیم. اینجا لاندا است گفتیم دیگه، چون گفتیم توی ماسفت جلسی باید قبل یادتون باشه آر او ماسفت میشد چی؟ شد یک بر روی لاندا آیتی. گفته اگر لاندا رو صفر در نظر بگیریم، یعنی از اثر مدولاسیون طول کانال صرف نظر کنیم، این مقدارش میشه بی نهایت، یعنی از آر او صرف نظر بگیریم. این پس این اگر هر کجا دیدی توازن باشه، معنیش چیه؟ پس وقتی از حالا بریم سراغ محاسبات، اول گفته مقاومت ورودیش، خب گیت که مقاومت ورودیش بی نهایته، میمونه این دوتا مقاومتی که داریم آریف و آردو که این هم شده مقاومت ورودیمون به همین سادگی. بهره ولتاژ باز گفتیم دو تیک حساب میکنیم، یه بار تا گره یه بیم تو این مدار کار کنیم، مدار نهایی بریم، یک بار از ورودی تا اینجا و از اینجا تا خروج. خب از ورودی تا اینجا میشه چی؟ گیت که جریان نمیکشه، این دوتا مغازی میشن، میشه تقسیم ولتاژ دیگه به این صورت، تقسیم برای این، این شد تقسیم ولتاژ. حالا از گیت تا خروجی، خب این که بایپاس شد میشه چی؟ میشه جی ام آر کالکتر، خود میخوام اینجا کالکتر نیست دیگه، درینه، آر درین. یا فرق نمیکنه، این گفتم با همونه، مقاومت دیده شده از درین، همون آر درین، از آر او هم که صرف نظر کنیم تقسیم مقاومتی که در سورس میبینیم، آر اس که رفته تو سورس، مقاومتی که میبینیم یک بر جی ام هست. از گیت هم دیگه خوبیش اینه، از گیت هم دیگه چیزی نمیاد، یادتونه از گیت آر پای می اومد مثلا چیز بود، میخوام این مقاومت های بایاس هم می اومدن می دیدیم، دیگه نمیاد چون گیت با امیتر در واقع با قاطی میکنم خودم هم با بایپولار، چون گیت با سورس دیگه جریانی بینشون رد و بدل نمیشه، دیگه مقاومت های بایاس نمیاد، اثرشون توی سورس دیده نمیشه. مقاومت دیده شده در درین تقسیم مقاومتی که تو سورس میبینیم که یک آر اس هست به علاوه یک بر جی ام، که آر اس رو گفتیم اگر بایپسش کنیم این شاید داره برای این حساب کنه، اگر بایپسش کنیم این آر اس هست میشه، میشه همون جی ام آر دی، و اینو ضرب کرده اینم شده بره کوتاش. اگر سوالی هست بپرسید. سلام آقای احمدی، پیامتو الان دیدم، خواهش میکنم مشکلی نیست. خیلی بریم یه مثال حل کنیم با هم دیگه، همون مدار، همون مدار گفته که یه کالکتر بس میخوام یک کامون سورس یا سورس مشترک همون شکلی که داشتیم و طوری طراحی کنید که بهره ولتاژش 5 باشه، مقاومت ورودیش 50 کیلو، توان مصرفی 5 میلی وات، شبیه اون تمرینی که دادم اون تا این مدار ساده است. فرض میکنیم مقدار این هم مقدارش اینقدر باشه، ترشولدمون اینقدر باشه، لاندا صفر باشه، تغذیه‌مون هم 1.8 باشه. این فرضم برای کمک به شما گفته که روی مقاومت آر اس هم 400 میلی ولت ولتاژ بیفته. خیلی خوب، برای ولتاژ رو که ما به دست آوردیم، این شد برای ولتاژمون. فرض میکنیم که آر اس هم چیز نکردیم، بایپاس نکردیم. آر اس تو این کجا رفته؟ آر اس رو بایپاس کرده پس.
نیستش دیگه، حذف کردم. یا من رابطه رو این اضافی نوشتم، حالا یادم باشه درستش بود. و این که بر ولتاژمون بود، گفته بر ولتاژ 5 باشه. حالا بذاریم کنار فعلا اونو. تغذیه گفته 1.8. خب پاور میشه چی؟ گفته توان 5 میلی وات. توان میشد ولتاژ تقسیم بر جریان دیگه. ولتاژمون که 1.8 جریان به دست میاد، گفته که یه جا نوشته بود، آها اینه، گفته که 2.7 میلی آمپر رو میتونیم تو ام 1 مصرف کنیم، 80 میکرو آمپر هم میدیم به اینا. این مجموع این دوتا جریانه از توانه به دست میاد. پس متوجه شده دیگه پی مساوی است با خیلی ساده است وی آی. ولتاژ تغذیه رو داده، کجاست؟ این رو داده، توان هم 5 میلی وات داده، جریانه به دست میاد 2.7 میلی آمپر و 80 میکرو آمپر. خب گفتیم که جریان عبوری از R1 R2 مهم نیست، هر چقدر میخوایم میتونیم. خیلی کم گرفتیم دیگه، نمیخوایم توانمون رو R1 R2 مصرف شه. گفته 80 میکرو آمپر، حالا شما 50 میکرو آمپر 100 میکرو آمپر هم بگیر، 200 میکرو آمپر، این مشکلی پیش نمیاد. ولی عمده توان و جریان رو گفته بیایم تو M1 مصرف کنیم، چون میخوایم جی ام بزرگی داشته باشیم. خیلی خوب، گفته 400 میلی ولت هم روی RS ما میخوایم مصرف کنیم. خب پس RS به سادگی به دست میاد دیگه، VRS VR ولتاژ دو سر RS میشه چی؟ I ضرب در RS. اینو که داده گفته 400 میلی ولت، آی رو ما به دست آوردیم از توان، گفتیم چقدر؟ 2.7 میلی آمپر. خب آر اس راحتی به دست میاد. ببینید طراحی سخت نیست، فقط باید قدم قدم جلو بریم. حالا اون جلسه ای که ما تمرین میز حل میکنیم اینا رو من دسکتاپ رو شیر میکنم که بتونم بنویسم، چون الان من که مینویسم کنده برای من، یعنی من یه جمله مینویسم چند ثانیه بعد نصفش رو مینویسه کج و کله مینویسه. ولی دسکتاپ رو شیر کنم، شما شاید با تأخیر ببینید، اما برای خودم دیگه مشکلی پیش نمیاد. پس متوجه شدیم جریان رو چطوری به دست آوردیم، جریان چطوری به دست اومد، RS هم چطوری به دست اومد. خب GM هم برای MOSFET داشتیم قبلا، این رابطه رو داشتیم، میشد این. آیدی رو داریم، ولتاژ ترشولد هم بهمون داده. VGS رو ببینیم این چی نوشته. جریان R1 R2 هم که داشتیم دیگه، خودمون فرض کردیم این مقدارش باشه. بعد کمی قرقاتی از این کتاب برداشتم جمع کردم اینجا، چون اونجا مثلا تو دو صفحه اینو توضیح داده، ما بودم همه رو جمع کردم. باید این نارم جا به جا کنم بعضیش رو که برای شما ترتیبش اوکی باشه. حالا اصلاح میکنم، فقط توجه کنید که فعلا اسلایدی که براتون بفرستم اصلاح میکنم. چطوری به دست آورد؟ این که به دست اومد، راحت جریان به دست اومد. برای ولتاژ قبلا به دست آورده بودیم، ام جی ام رو به دست بیاریم چون میخوایم برارمون 5 باشه. خب بریم اول ولتاژ مداره رو بزن نشونتون بدم، مداره رو باید اضافه کنیم. ولتاژ گیت رو به دست بیاریم، ما گفتیم اینجا جریان 80 میکرو آمپر میخوایم، اینجا میگفتیم 2.7 میلی آمپر، اینجا 80 میکرو آمپر یا آره دیگه اون کافی. و ولتاژ بیس رو به دست بیاریم، ولتاژ گیت مزرد میخوایم اینه، ولتاژ گیت میشه این. مقاومت ورودی کجاست؟ مقاومت ورودیمونم گفته 50 کیلو باشه. مقاومت ورودی هم که میشه همون
آر یک آر دو درسته. وی جی اس رو فرض کرده، شما الان وی جی اس رو نداری، وی جی اس رو خودش فرض کرده، طراح مدار رو بکشم اینجا داشته باشیم، ترتیبش رو اسلام، اینجا 400 میلی ولت، 400 میلی ولت. خب وی جی اس چقدر باید باشه به نظر شما؟ یه حدس بزنید مثلا چی کار کنیم وی جی اس رو یادتون باشه چقدر طراحی کنیم. خب وی جی اس گفتیم برای اینکه ترانزیستور روشن شه از ترشولد باید بیشتر باشه، درسته؟ حداقل 0.5، حداقل باید روشن شه، باید از اینم بیشتر بگیریم. پس فعلا 400 میلی ولت به علاوه 0.5، فعلا حداقل اینجا 0.9 ما میخوایم، ولی 0.9 ترانزیستور تازه روشن شده، یعنی جریانی به اون صورت تو ترانزیستور نیست. ما میخوایم اینه گفتیم 2.7 میلی آمپر جریان ایجاد کنیم تو ترانزیستور، درسته؟ این رابطه جریانه. میتونید اصلا شما جایگذاری کنید، بذار یه جور دیگه بگیم، میتونید تو این رابطه جایگذاری کنید، مثلا دو تا مجهول دارید، آیدی رو به دست آوردیم، این ترم هم خودش بهمون داده اینجاست، کجاست پیداش نمی کنم، اینه، اینم خودش گفتیم کارخونه اینو به ما میده، ثابت تعرض پذیری و خازن گیت کانال، ترشولد هم داریم، جریان هم داریم، اینو میتونید به دست بیاریم، اونتا سخته یه مقداری تو رابطه بذارید، چون این وی جی اس به تمام دو میرسه اون جدا میشه. اومده فرض کرده گفته وی جی اس رو یک ولت یک مویز چار بگیریم، ما گفتیم 0.9 دیگه، گفتیم 0.9 حداقلشه، این اومده نیم ولت بیشتر گرفته، خود میخوام 0.6 ولت بیشتر گرفته که ترانزیستور گفته فرض کنیم 0.6 بیشتر باشه، من میخوام چون میخوام اینقدر جریان بده ترانزیستور اینو بیشتر فرض کرد، گفتی 1.14، حالا 1.14 آر یک آر دو هم به دست میاد دیگه، مقاومت رو دیگه هم گفته رو 50 کیلو، آر یک آر دو رو طولی باید طراحی کنیم که هم 50 کیلو بشه هم 1.14 به ما بده تو گیت. همینجا 1.4 ولت باشه، آریگ آردو رو طوری تر رایی کنیم 1.4 باشه و هم مقاومت ورودیمون 50 کیلو باشه. مشکلی نیست، ولی منظورت اینه دوباره توضیح بدم، اینترنت قطع شده. پس گفتیم وی جی اس رو فرض کرد برای اینکه ترانزیستور روشن باشه، اوکی، مقاومت ها هم دیگه به دست میتونیم به دست بیاریم چون مقاومت ورودی رو بهمون داده، اینو داریم 1.14، اینم داریم، از این دوتا معادله مقاومت ها رو میکشیم بیرون. این یه طراحی ساده و دستی چیز آخری حرفه‌ای نیست، این طراحیه یک کمی داره با فرضیات جلو بیره. حالا جی ام رو پس به دست میاریم، به این خاطر گفت اینا رو باید جا به جا کنیم. حالا جی ام هم به دست آورده وقتی وی جی اس رو داشته باشیم، جی ام به دست آورده، جی ام رو که به دست بیاریم بهره ولتاژ هم که میشه جی ام آر دی تقریبا، از این صرف نظر کنیم این تقریبا چون آر دی موازی آر دو 50 کیلوه خیلی بزرگتر از آر جی یا مقاومت منبستیگه، اینو یک فرض کرده بهره میشه همون، این آر اس هم نداریم، آر اس داریم، آر اس بایپس شده، آره آها داریمش ولی بایپس شد، پس میشه همون جی ام آر او آر دی، گفته باید 5 باشه گینم. خب
خب جی رو به دست آوردیم، آر دی هم راحت به دست میاد دیگه، گفته 463 اوم. بعد حالا همه پارامترها که داریم اینا رو جاگذاری میکنیم تو رابطه جریان، ابعاد ترانزیستور ماسفتتون هم به دست میاد، نسبت دبلیو به نسبت عرض کانال به طول کانال به دست میاد. پس حالا به اون کسی که به شما گفته این مدار رو برای من طراحی کنید با این مشخصات، حالا میاد از شما میپرسه میگه چیکار کنم، شما میگی خیلی خوب، شما مقاومت ها رو اینطوری ست کن، ابعاد ترانزیستورت این باشه دیگه، چی همین دیگه، مقاومت ها رو اینطوری ست کنی این میشه 1.14، اینقدر جریان از مدارت عبور میکنه، توانت اوکیه 5 میلی وات، دبلیو ال هم ابعاد ترانزیستورت هم این بذار، این آر اس هم اینقدر بذار، تموم شد، این شد طراحی شد. سخت نیست، فقط پله پله باید جلو برید، فقط من باید اینا رو یک کمی جابجا کنم، مرتب بنویسم. توجه شدید یا یه بار دیگه توضیح بدم؟ خلاص کمی شلوغ شد. بعدی پاورپوینت هم اینه دیگه. اوکی خیلی خوب. دلخواه فقط یه فرض داشتیم به اسم وی جی اس دیگه، فقط وی جی اس رو فرض کردیم، اونم فرضمون باید منطقی باشه. گفتم این 400 میلی ولت اینجا، اینم 5 دهم حداقل ترشول، این 9 دهم، از 9 دهم باید بیشتر بگیریم ترانزیستور روشن چه کار کنه. حالا یه نکته جالب گفته که با این شرایطی که ما فرض کردیم، با این فرضیات تلخایی که شما گفتی، ترانزیستور میره تو ترایود، تقویت نمی کنه اصلا. کی ترانزیستور میرفت تو ترایود؟ میگفتیم اگر وولتاژ درین سورس کوچیکتر از وی جی اس منهای وی ترشولد باشه، این که 14 بود، 15 ترشولد. وی جی اس هم ما فرض کردیم چقدر باشه؟ 1.14، 1.14 منهای 15 میشه 9. آیا وی جی اس ما بزرگتر از 9 هست؟ نه، گفته چون یک تغذیه منهای ولتاژی که دو سر مقاومت افتاده میشه 55 سر، یعنی اینجا شده 55 سر. این سورس هم که ما گفتیم ولتاژ اینجا 14 کلن چقدر؟ 150 میلی ولت دو سر این افتاده. درستی گفته وی دی اس باید وی دی اس کوچیکتر از 9 دهمه، 150 میلی ولت دیگه، پس تو اوهمیه. پس یه خطایی که ما تو طراحی کردیم اینه که وی جی اس رو خیلی بزرگ گرفتیم، 1.14 بزرگ بود، همون فرضه. باید مثلا 1.1 میگرفتیم، باید چک کنیم. پس اگر چک نکنیم وقت مدار تو میبندی رو بورد کار نمیکنه. چرا؟ چون تو اوهمی طراحی کردیم. شما باید جی ام او افزایش بدیم یا همون وی جی اس رو کم کنیم. وی جی اس رو کم کنیم اینجا، وی جی اس کم کنیم جی ام هم زیاد میشه دیگه، درسته؟ پس اون یه نکته ای داشتیم. مثال به این شکل میرم به سلاید بعدی، بریم سراغ تقویت کنه گیت مشترک، اون سورس مشترک. گیت مشترک یعنی پایه گیت بین خروجی و ورودی مشترکه. یعنی چی؟ یعنی اینجا تقریبا زمین میشه. چرا زمین میشه؟ چون ما اینو بایاس میکنیم، سیگنال اینجا نداریم، اصلا سیگنال نداریم که از گیت دیگه نیازی هم نیست مثل بایپولار چیز کنید، بایپس کنید، چون جریان گیت صفره. گفتم اثر مقاومت این نقطه رو کاش اضافه کنم برات،
اثر مقاومت تو گیت دیگه تو سورس دیده نمیشه. چرا؟ چون جریان گیت صفره. خلاصه اینجا زمین میشه مشترک بین ورودی و خروجی. بریم سراغ مدار معادلش. خب به جای مقاومت تو سورس اومده یه ساختار دیودی گذاشته، گفتم تو اسلاید اول، مقاومت معادل این ساختار میشه 1/gm آر اس هم که مقاومت منبع است، اینم که اتصال کوتاه میشه تو مود سیگنال کوچیک از سورس خود ترانزیستور ام 1 هم باز 1/gm میبینیم. پس میتونیم مقاومت ورودی رو راحت به دست بیاریم. یا نسبت ولتاژ ورودی به Vx میخواد تیکه تیکه بهره رو حساب کنه، یکی از ورودی تا اینجا و از اینجا تا خروجی. خیلی خوب، از ورودی تا گره x بهره ولتاژ میشه چی؟ یه تقسیم مقاومتیه دیگه، این دوتا که موازی میشن میشه این تقسیم ولتاژ نسبت به آر اس. درسته؟ سادهش کرده طرف این وسط اینه چیه انجام داده حاصل شده این. بعد از حالا بهره ولتاژ این تیکه رو حساب کنیم. یادتونه دیگه توی بای پولار حساب کردیم بهره ولتاژ از کجا بود؟ از امیتر تا کالکتر میشد همون تقریبا جی ام آر سی. اینم همونه از سورس تا کالکتر، چون بهره ولتاژ کالکتر که نه دیگه، درین، از سورس تا درین اگر بهره ولتاژ رو حساب کنید میشه همون جی ام آر دی. حالا اون جلسه ای که تمرین حل میکنیم همه رو سعی میکنیم حساب کنیم به. پس این جی ام آر دی هم اومد ضرب در این تقسیم ولتاژ کرد، بهره ولتاژ گیت مشترکمون شد این. یه نگاه بهش بندازیم ببینیم چطوریه. ببینیم جور در میاد. قبلا میگفتیم آر دی مقاومتی که تو برین داری تقسیم بر از آر و آگه صرف نظر کنیم. مقاومتی که تو درین داشتیم تقسیم بر مقاومتی که توی سورس داشتیم با علامت مثبت. مقاومت تو سورس رو حالا چی حساب کنیم؟ خب میشد آر اس موازیه، بله موازی میشد آر اس موازیه 1/gm2 موازیه 1/gm1. این میشد دیگه. حالا اینو شما ساده کنید باید این براتون به دست همچی چیز نه یکی هم میخوام بگم از هر روشی که بری فرق نمی کن. البته این تقسیم ولتاژی نداره، تقسیم ولتاژی هم باید صرف کنید. نه ولی چیز ما آر اس هم حساب کردیم دیگه. خیلی خب، حالا گفته مقاومت خروجی هم بخواییم حساب کنیم. چی؟ مقاومت خروجی رو چیکار کنیم؟ فرض کنیم آر او باشن این دفعه. این دفعه ما باید این رابط ها رو این شکل ها رو جدا کنیم. اینو بذارم برای اینا که از آر او صرف نظر کرده، اون پایینی رو بذارم برای این شکل که آر او در نظر گرفت. آر او رو گفته داشته باشه.
آمد خروجی میشد چی؟ بایپولار یادتونه دیگه، میشد جی ام آر امیتر به علاوه یک در آر او، آر او یک. اینم همونه، آر او یک ضرب یک به علاوه جی ام یک ضرب مقاومتی که توی سورس میبینیم، مقاومتی که توی سورس میبینیم اینه. ضرب این مقدار پرانتز بسته تموم میشه. منتها این ساده شده شما نوشتم، این طولانی شد ساده شدهش، از اینم صرف نظر میکنه، از اینم صرف نظر میکنه، میشه این 12 مقاومتی هم که اگر مقاومتی هم توی درین داشته باشیم که داریم، میشه آرد. پس این هم مقام تمام، همه چی شبیه دقیقا بایپولاره، هر چی اونجا انجام میدادی اینم هم همونه، هیچ فرقی نکنه. میگم تنها نکتهش اینه که جریان گیتمون اینجا صفر، اینجا جریان بیس داشت. سوالی نیست. خیلی خوب، بریم یه مثال دیگه حل کنیم. اوکی، بریم یه مثال دیگه حل کنیم. گفته یه بیس گیت مشترک طراحی کنید. یه گیت مشترک طراحی کنید همون شکلی که داشتیم، بهره ولتاژش مثل مثال قبلی 5 باشه، مقاومت منبع رو گفته 0 در نظر بگیرید. آتی این شکلش اینجا هست. آر اس یا هم مقاومت سورس رو گفته 500 او، یک بر جی ام هم بهمون داده گفته تا 50 او باشه. توان 2 میلی وات مصرف کنید، تغذیه‌مون اینقدر، این پارامتر هم داده، ترشورد هم داده، از اثر مدولاسیون توی کانال هم صرف نظر کنیم. خب گفتیم از تغذیه و توان جریان به دست میاد. گفتم 1 میلی آمپر داریم و 10 میکرو آمپر هم داده به آر یک و آر دو. 10 میکرو آمپر خیلی کمه دیگه در مقابل 1 میلی آمپر، اصلا به چشم نمیاد. مقاومت ورودی رو بهمون نداده، نه. خیلی خوب، حالا 1.1 میلی آمپر رو اختصاص داده به اصل مدار همون ترانزیستور. بعد گفته که کجاست، آره 3 هم 500 اوهمه. خب 1 میلی آمپر ضرب در 500 اوهم، ولتاژ اینجا میشه چقدر؟ ولتاژ این گره میشه 550 میلی ولت. 550 میلی. حالا میتونیم گیت سورس رو گفته فرض کنیم، فرض کنیم وی جی اس 8 دهم. این فرض منطقی تره، مقدار کمتر گرفت ولتاژ گیت سورس. خب گیت سورس 5 دهم یعنی چی؟ اینجا که 55 صدم اینجا داشتیم به علاوه 8 دهم، گیت سورس گفته فرض کنیم 8 دهم باشه، اینجا میشه 1.35.
ولتاژ اینجا رو فعلا داشته باشیم برای طراحی مقاومت ها لازم. این هم که 10 میکروامپر گرفتیم. مقاومت ورودی نگفته چقدر باشه. نه. چیزی نگفته. مقاومت ورودی براش مهم نبود. خب این هم که ما به دست آوردیم. R1 و R2 به دست میاد. این راحت. حالا این مثال خوبیش اینه 1/gm رو به ما داده. یعنی gm رو داریم. ID رو داریم. حتی VGS هم داریم. مقدار gm هم. مقدار gm. میتونستیم. الان تو این مثال gm متفاوت به دست اومده با چیزی که اینجا داشته. بشه. حالا تو این صورت سوال یکیه دقیقا. این هم متفاوته. چرا این کار رو کرده؟ بقیه متن مثال رو ندارم. ولی میتونستیم gm و چیز vgs رو به دست بیاریم. gm رو که خودش داده. گفته اینقدر gm داشته باشیم. ID رو ما به دست آوردیم. درسته؟ threshold هم داشتیم. میتونستیم راحت VGS رو به دست بیاریم. بعد باید تست میکردیم ببینیم پایین VGS ترانزیستور رو تو اشباه هست یا نه. حالا خب همه چی رو داریم دیگه. بهره ولتاژ میشه چقدر؟ بهره ولتاژ رو اینجا نیاورده ولی تو اسلاید قبل داشتیم. RD رو اگر اینقدر حساب کنیم برای ولتاژمون دقیقا میشه 5 تا. تو جا نبوده دیگه من بنویسم. گفته چیز ترانزیستور رو من تو اشباه قرار میگیره. اگر اون شروط رو شما چک کنید. اگر شروط رو چک کنید قلم هم خوب نمی نویسه. متوجه میشید که ترانزیستور هم توی اشباه قرار گرفت و همه چی اوکیه. یه مدار گیت مشترک طراحی کردیم. بهرش 5 اینقدر توان مصرف میکنه و خواسته های مثلا اونم برآورده شد. حالا گفته کوچکترین مقداری که میتونیم برای WL به دست بیاریم چیه؟ یکی از پارامترهایی که تو طراحی شما باید در نظر بگیرید ابعاد ترانزیستور است. هر چقدر ابعاد ترانزیستور کوچیک‌تر طراحی بشه بهتره. چرا؟ چون مساحت تراشتون کوچیک میشه دیگه. اون مثلا شما 1000 تا ترانزیستور داری توی مداری. خب ابعادشون اگه بزرگ شه خیلی فضای زیادی اشغال می‌کنه. پس بهتره تمام تلاشتون بکنید که ابعاد ترانزیستور کوچیک شه. به این خاطر گفته که در حالت بعدی چیکار کنیم؟ یعنی تحت چه شرایطی WL مون کوچکترین حالت به دست میاد. خب شرط رو چک کرده اینجا. شرط اشباه بودن. برای حالت اشباه بودن باید به دست بریم دیگه چیز شرایط دیگه ای نده. ببینم میتونم بنویسم. VDS میگفتیم VDS برای اشباه بودن باید بزرگتر از VG SMN های VA threshold باشه. نمیشه. اینم همینه. اینم دقیقا همینه. تا VDS ولتاژ درین سورس ولتاژ اینم برده کس چسبونده به اون این رابطه. برای جفتشون یکی. بهره هم همون جی ام آر دی گرفته. اینم گفته برای ولتاژمون جی ام آر دی باشه. مثلا اینا اسلاید قبلی چی شد؟ بهره بود. از اون فرض استفاده کرده. یه فرضی داشتیم تو بایپولار میگفتیم آر اس اگر اشتباه نکنم باید خیلی بزرگتر یا کوچکتر از جی ام باشه. از اون فرض استفاده کرده که بهره رو جی ام آر دی که فرض کرده. این بهره ولتاژ این مقدار جی ام. جی ام آر دی. بعد اینا رو اومده تو رابطه جاگذاری کرده. برای ولتاژی که داریم دیگه.
اینا رو اومده تو رابطه جاگذاری کرده. این شرط حالا باید چک کنیم. از توی این رابطه VGS منهای ولتاژ ترشولد رو بیرون کشیده، به همچی چیزی رسیده، گفته VGS منهای ولتاژ ترشولد باید کوچکتر از این مقدار باشه. رابطه جریان هم داریم. خب VGS منهای ولتاژ ترشولد رو بذاریم تو رابطه جریان. جا نبوده من دیگه حساب کتاب کنم، خیلی شلوغ میشه. WL تون به دست میاد کوچکترین، یا WL از این مقدار بزرگتر باشه، این مینیمم مقداریه که میتونید برای WL طراحی کنید. در واقع اینجا حواستون باشه RDID رو کشید بیرون، RDID رو کشید بیرون، آورد تو این گذاشت، این میشه RDID. بعد اومد این دفعه اینو کشید بیرون، اینو کشید بیرون، شد کوچیکتر از این. رابطه جریان هم داریم. بعد اومد VGS منهای ترشولد رو گذاشت تو این و نهایتا به این رسید. حالا میگه WL مون باید حداقل از این مقدار بزرگتر باشه که ترانزیستورمون توی اشباع قرار بگیره، شرط اشباع بودن برقرار باشه. حالا این دو تا مثالی که اینو قبلی رو خودتون باز مرور کنید، حل کنید، دستتون بیاد. اگر حل نکنید ببینید، من چون وایت بورد نیست دیگه، من نمیتونم همچی رو بنویسم، این مقداری ممکنه برای شما دشوار باشه. اگر حل نکنید رو کاغذ میدید سر جلسه گیر میکنید، فکر میکنید مثلا همینجوری راحته، تی چهار تا این فرمولا رو میدونیم و خب حلش میری اونجا گیر میکنیم. اصلا ترتیبش نمیاد تو ذهنت چطوری طراحی کنی یا چطوری حساب کنی. باید خودت رو کاغذ همش حساب کنی که دست روان شه، عادت کنی به حل کردن، که سوال به دادن سریع حل کنی. ولی اینجوری همش تماشا کنی فقط، درست متوجه میشی ولی تا خودت حل نکنی تو ذهنت جاگیر نمیشه روش حل. بریم سراغ تقویت کننده درین مشترک یا شبیه همون کالکتر مشترکی که توی بایپولار داشتیم. این ساختار کاملشه. پای کالکتر بین گیت و یا همون ورودی و خروجی مشترک هست. کالکتر لحاظ اسمال سیگنال زمین میشه، سیگنالی اونجا نمیره. از روش مقاومت توی یه تک مقاومت توی گیت اومده گیت رو بایاس کرده. مشکلی نداره چون گفتیم جریان گیت صفره، با یه مقاومت اومده بایاسش کرده، مشکلی نداره. البته چون جریان صفره کل وی دی دی میاد اینجا میفته، آسون باشه، جریان از این مقاومت عبور نمی کنه. درسته جریان این که خازنه از لحاظ دی سی مدار بازه، این هم که جریانش صفر، جریان از این عبور نمی کنه، کل وی دی دی میاد روی گیت قرار می گیره. حتما لازم بوده که مثلا کل وی دی دی رو بیاره اینجا، چون اینجا هم یه ولتاژ نیاز داره، اینجا هم یه وی جی اس داره. اگر شما خواستی ولتاژ گیتت مثلا خیلی بزرگ باشه، اومده واسه یه مقاومت اینو بس کرد. اگر خواستی ولتاژ گیت رو از تغذیه کمتر کنی، که ما معمولا کمتر میگیریم خاطر اینکه ترانزیستور رو اشتباه باشه، طبق اون شرایطی که چک کردیم از همون دوتا مقاومتی استفاده میکنیم. یه تقسیم ولتاژ جریانی اینجا برقرار میشه، یه تقسیم ولتاژ داشته باشیم و ولتاژ گیتمون رو بیاریم پایین. تغییرش میدم، این جالب نیست، اینی که تو کتاب اومده شاید منظوری داشتیم و اینو باید این مقاومت رو بذاریم. فرض کنید این هست، چون ما نمیخوایم یک هشت دهم باشم، گیت هم خیلی زیاد. خیلی خوب، بریم مدل سیگنال کوچیکش هم بکشیم که خازنه مثال کوتاه شده.
این پای سورس مقاومت آر ال توش هست، این خازن هم اتصال کوتاه شده دیگه رسم نکرده، من به جریان دی سی مدار باز میشه. درسته مثل تغذیه نیست که چیزی اتصال کوتاه شده. این تغذیه رو ببینید، این تغذیه اینجوریه، اصلش اینجا یه مثبت یه منفیه سمتش، و این میاد به زمین بس میشه. بعد برای اینکه تو مود ای سی تغذیه دی سی رو غیر فعال کنیم اتصال کوتاهش میکنه، به این خاطر میشه زمین. اینجا میایم میگیم این شد زمین، از اونجا میاد. اون همیشه تو ذهنتون باشه، اینجا یه منبع دی سی به این صورت داریم، ولی من به جریان نه، کلا مدار باز میشه چون مقاومت خوب چیش بی نهایت تقریب. پس اینم از آر المون، اینم در واقع همون ولتاژ گیت سورس وی یک، گیت سورس ام یک هست، جی ام یک وی جی اس یا همون وی یکی که اینجا نوشته، و یه مقاومت هم مقاومت خروجی ترانزیستور هم داریم دیگه، که یه سرش به سورس وصله، یه سرش به درین، که درینمون اینجا زمینه. اینه مدل سیگنال کوچیکش. هر کجا گیر کردی دیدی حل نمیشه برات، سری مدل سیگنال کوچیکش رو بکش. اگه قاطی کردی مثلا دیدی حل کردن برات دشوار شد، خب کالکتر مشترک شبیه خود میخوام، درین مشترک شبیه کالکتر مشترک. کالکتر مشترک گفتیم بهرش تقریبا یک بود یا کوچیکتر از یک بود و نقش بافری داشت و بارهای مقاومتی کوچیک و بسند برامون لود میکرد. اینم همونه، ولتاژی که سیگنالی که روی ورودی هست منهای ولتاژ گیت سورس میشه خروجی، یعنی فقط سطح دی سیش باید تغییر کنه. این اگر سطح دی سیش مثلا اینجا بوده، یه خود سطح دی سیش بیاد پایین تر، ولی دامنه سیگنال باید تقریبا همون باشه یا یک کمی کوچیک‌تر. پس اینم نقش وافری داره، به عنوان شیفت دهنده ولتاژ شیفت پایین میده دیگه، سطح دی سی رو میاره پایین، به عنوان شیفت دهنده ولتاژ هم استفاده میشه. میتونیم به عنوان یه مقسم ولتاژ بهش تماشا کنیم. در واقع خب این دوتا موازی هم مثل اینا دقیقا موازی هم، به این خاطر اینو به این شکل دست کرد. بعد از سورس هم که این آرژی ها دیگه نمیاد، یک بر جی ام میبینیم و مقاومت چیز سیگنال بود شبیه تقسیم مقاومت. پس برای ولتاژش میشه چی؟ خیلی راحت به دست به تقسیم ولتاژ، ولتاژی که روی این میفته نسبت به ولتی، اگر در واقع سادش کنیم میشه این، و این مقدار خیلی از یک بزرگتر از یک ساعت نظر میکنیم. این میشه بهرتون تقریبا برابر با هز با یک. این پایین چیه؟ آها این اومده بهره رو حساب کرده. این یه فکر کنم اضافی باشه، فعلا مهم نیست برام، اینا رو یادم باشه باز اصلاح کنم. اینا ما آمده بزاری نیست، درست شد؟ اگر سوالی داری در مورد درین مشترک بپرسید. همونطور که گفتیم این نقش بافری داره، گفته که یه سورس بهش سورس فالوور هم میگن دیگه،
یادتونه تو بای پولار میگفتن امیتر فالوور میگفتن به کالکتر مشترک، اینجا هم به درین مشترک در واقع سورس فالوور هم میگن اسمش یکی. گفته میخوایم یه بار 50 اوهمی لود کنیم، درایف کنیم بر ولتاژ نیم ولت پسمونه، توان 10 میلی وات، این پارامتر رو داده، ترشولد رو داده، از اثر مدل اسم تو کانال صرف نظر کنیم، تغذیه هم داده شبیه اون مثالی که داشتیم. خب بر ولتاژ که اینه، برم اسلاید قبل، از آر او که گفته صرف نظر کنید بر ولتاژ میشه. بله فهم شد. خب از این 10 میلی وات و این وی دی دی هم جریان مصرفی گفته 5.5 میلی آمپر تقریبا. چی داریم دیگه؟ خب دبلیو ال رو داریم. نه دبلیو ال رو نداریم. خیلی به دست میاد. آی دی رو داریم. اینم سوال بهمون داده. بهر ولتاژ هم آر ال بهمون نداده. چرا؟ آر ال هم داده 50 اوم. بهر ولتاژ هم نیم ولت. خب این یعنی نیم. آر ال هم داریم. اینجاست. خب یک بار جی ام به دست میاد دیگه. یا همون جی ام به دست میاد. جی ام هم داریم. من ننوشتم ولی همه اینا به دست میاد. جی ام هم داریم. این هم صورت سوال داده. آی دی رو به دست آوردیم. دبلیو ال به دست میاد. میگیم به ازای این دبلیو ال این مدار نیم ولت بهره به شما میده و میتونه کجاست 50 مقاومت خروجی رو هم برامون لود کنه. مدار قبلی شکلش اینجاست. پس اینم از یه مثال برای طراحی باز. حالا اومده به جای من به جریانی که داشتیم اسلاید قبلی رو نشونتون بدم، به جای این من به جریان اومده از یه ترانزیستور هم تو اسلاید اول گفتم ترانزیستور استفاده کرد. مقاومت من به جریان حالا میشه مقاومت خروجی ترانزیستور دومی. خب بهر ولتاژ شبیه همون چیزی که تو اسلاید قبلی به دست آوردیم میشه این، اگر از آر او صرف نظر نکنید. خب گفته اگر مقاومت خروجی هم از این مقدار خیلی بزرگتر باشه از این میتونید صرف نظر کنید. خب این واقعا بزرگتره دیگه. آر او یک از موازی آر او دو خیلی از یک وجه بزرگتره، از اون صرف نظر بهره یک بهمون میده. پس این مدار میتونه تقریبا بهره یک به ما بده. برای به دستان بهره نیم اینجا آر ال داشتیم درست، این بهره یک به ما میده. ولی اگر آر ال داشتیم اون وقت دیگه آر ال میاد بهره تو کم میکنه دیگه، مثل این بالا یک بهره ورتاش شد میده. چون آر ال میاد موازی میشه با این آر او دو، یعنی اینجا میشه آر ال. بعد آر ال کوچیکه، اینا حذف میشن، مثل میشه آر ال تقسیم بره یک بر جی ام علاوه آر ال دوباره. اون وقت بهره دیگه یک نیست. پس اینجا اگر یک شد تقریبا خاطر اینکه آر ال رو نذاشته، تقریبا خونه به صورت خام داره بررسی میکنه. اوکی. مثال هم از این حل کنیم. گفته یه سورس فالوور داریم. جریان کارنت جریان درینش اینقدر باشه، ولتاژ بهر ولتاژ 8 باشه، این دفعه این مقدار هم بهمون داده، ترشولد هم داده، از اثر مدولاسیون تلفن ها صرف نظر کنیم، تغذیه 1.8 آر جی مقاومت اینجا هم 50 کیلو اوم باشه. خیلی خب بهر ولتاژ رو قبلا به دست آوردیم، اینجا آر اس داریم، یک بر جی ام این رابطه شه. اگر به جلسه قبل مراجعه کنید این میشه یک بر جی ام، یا جی ام که برعکسش کرد.
بعد BGSM اومده جاگذاری کرده. خیلی خوب، صورت مخرج رو ضرب در دوتا آیدی کرده، دوتا آیدی رفته بالا، دوتا آیدی در این اینو حذف کرده و دوتا آیدی هم در آر اس ضرب شده. این صورت BGSM اومده جاگذاری کرده. BGS کجاست؟ اینه. از شما یک KVL اینجا بزنید. میشه چی؟ KVL بزنید. BDD منهای RG که جریان ازش عبور نمی کنه. صفر دیگه. منهای VGS. VGS. بنویس دیگه از یه تمومه کن. VGS. منهای RS ID. و از اینجا میتونید VGS رو بکشید بیرون. همینه دیگه، همینه، من همینه باشتم. VGS رو از اینجا استخراج میکنی، میذاری تو رابطه، میشه این. برای ولتاژ 8 دهم میخوام. پس این برابر 8 دهم. ترشولد رو داریم. BDD رو داریم. آیدی رو خودش داده. 1 میلی آمپر آیدی رو داریم. RS به دست میاد. RS شد چقدر؟ این مقدار دیگه 800 اوه تقریبا درست شد. VGS هم حالا بیاییم به دست بیاریم. VGS هم که اینجا گفتیم از این به دست میاد، همین همین رابط است. حالا که RS رو داریم، ID هم داریم، VGS هم به دست میاد، میشه تقریبا نقطه هم اینجا پس شد نقطه. حالا بذاریم تو معادله جریان همه چی. ID رو داریم، میو سی اکس هم سوال بهمون داره، WL هم میخوایم به دست بریم، VGS هم به دست آوردیم، ترشولد هم داریم، W تون به دست میاد. حالا این چطور به دست میاد؟ ببینید به ظاهر ساده است، میگیم خود جایگذاری کنید به دست میاد، ولی وقتی میدید تو حل میکنی گیر میکنید اونجا، اگر از قبل حل نکرده باشید، اگر قبلش ماشین حساب دست نگرفتی، اینا رو تو رابطه نذاشتی، یه سر جلسه WL که میدی یه چیزی اشتباه است. حالا من به عدد پایانی نمره نمیدم، صرفا روال رو تماشا میکنم، ولی بالاخره یه بخشی از نمرم به عدد نهایی مربوط میشه دیگه. اگر شما اشتباه به دست بیاری یعنی حل تمرین حل نکردی از من. این خاطر میگم که برید حل کنید. پس اونم از اون 3 تا نوع تقویت کننده ای که داشتیم، همه چیز تقریبا شبیه همون چیزی بود که تو بایپولار خونده بودیم. به این خاطر من خیلی این جلسه رو دیگه طول ندادم، مداره مختلف نگاه نکردیم، چون هم وقت نیست، هم قبلا اونا رو دیدید، این هم شبیه همون هم و یه مقداری حالا اسلاید قرار قاطی شده و بعد اصلاح کنم. یه دو اسلاید هم در باره ترانزیستور فت جی فت توضیح بدم، اگر بعدا آزمایشگاه داشتید بدونید اصلا چیه، نگه فلانی درس نداده، ولی برای اینکه قاطی نکنید ببینید همشون شرایط مختلف داره، من نمیخوام شما قاطی کنید، همون ماسفت بسته، ما دیگه بایپولر رو ماسفت رو بلد باشید کافی. حالا اگر رفتی تو آزمایشگاه جیفت درس میدن احتمالا بهتون جیفت هم بدون جانکشن فیلد افکت ترانزیستور که مخفف میشه جیفت، دو تا گیت داره، گیت ها البته به هم وستن ها، از لحاظ مداری به هم وستن، تو ساختار شبیه دو تا است، ولی خب به هم وسته باسیم. دو تا گیت این انفته، ان جی فته در واقع کجاست؟ حالا ننوشتیم. کانالمون چرا کانال از نوع ان؟ جریان قرار از سورس بیاد بره به درین، یا از درین بیاد، از درین در واقع بره به سورس. کانال از نوع ان، عامل ها الکترون هستن، پس میشه ان جی فت. مختصر توضیح میدم. مدل مداریش اینه برای انفت، اینم برای پی فت، پی جی فت.
رابطه جریانش تو ناحیه اشباع اینه، تو ناحیه اهمی اینه، ولتاژ گیت سورس که همون چیزی که میدونید ولتاژ پی، به جای ولتاژ ترشولد اینجا ولتاژ پی داریم. حالا یادم نیست مخفف چیه ولتاژ پی، ولی خب چیز عجیبی نیست، به جای ولتاژ ترشولد ولتاژ پی داریم. و آی دی اس اس مقدار جریانیه که به ازای فکر کنم وی جی اس مساوی وی ای پی به دست میاد. یعنی اگر حالا چک میکنم اضافه میکنم، اگر تو اینا نباشه گفتم شاید تو این جدول باشه، اگر وی جی اس دقیقا برابر وی ای پی بدی، اون آی دی میشه صفر، این تقسیم بر یک برابر دیگه میشه یک منه یک صفر، همش میشه صفر، پس این نیست. حالا اضافهش میکنم، آیا یه شرطی هست به ازای اون شرط یه جریانی به دست میاد که اون جریان دقیقا برابر آی دی اس اس هست. یعنی آره اونو اضافه به تو جدول نیست. پس ها اینم اهمی اشبارم گفتم. حالا نکتهش اینجاست که اینجا برای اینکه ترانزیستور روشن شه ولتاژ گیت درین، آره این شرایط باید برقرار شه دیگه. کانال N گفتیم ساختارش اینه، کانال P ساختارش اینه. خدمت شما عرض کنم ناحیه اشباع باید VGS کوچیک‌تر از 0.5 و بزرگتر از منفی P باشه. پایینیش هم خب چون برای پی فت برعکس میشه، میگم نیازی نیست حالا فعلا برای آیندهتون حالا این روابط رو حفظ کنید یا این شروط رو بررسی کنید، نمیخوام ذهنتون قاطی کنم. ماسفت رو خوندید اینم بیاد روش دیگه بدتر میشه. اگر وی گیت درین هم از این مقدار مثلا بزرگتر باشه ناحیه ترایوده، این کوچکتر باشه ناحیه اشباه هست، همون شروطی که داشتیم یه مقداری پچه کله شده برعکس شد. بریم اسلاید بعدی ببینیم عمل کردش چطور هست. از لحاظ منحنی جریان بر اساس ولتاژ درین سورس شبیه ماسفت و بایپولار عمل میکنه، تو ناحیه اوهمی در واقع شبیه میشه تا حدی به عنوان مقاومت ازش استفاده کرد، این اوائل منحنیش خطیه، بعد کم کم اشباه میشه، اینجا به عنوان تقویت کننده ما استفاده میکنیم شبیه هم چیزایی که داشتیم. اون تا نکتهش اینه که اینه، آها شرطه رو ما اینجا بود، به ازای وی جی اس مساوی صفر هر جریانی که به دست میاد اون میشه آی دی اس اس تو این رابطه جاست آی دی اس اس. وی جی اس رو صفر بدیم این میشه صفر دیگه، این ترم هر جریانی که ترانزیستورتون بهتون بده میشه آی دی اس اس. نکتهش اینه VGS تو NFET، این منحنی NFET NJFET منفیه، VGS منفیه. ناحیه تراید اشبارم گفتم. حالا چرا VGS منفیه؟ یه مقداری به این شکل تماشا کنیم. این برعکس MOSFET هست. MOSFET کانالمون توی یک ناحیه برای NMOS دیگه، توی ناحیه بسترمون از نوع نیمه هادی نوع P بود، اینجا نوع N، اونجا سورس و درینمون از نوع N پلاس بود، ای یادتون باشه اینجا P پلاسه یا Pه و پلاسش رو نکشید. بعد اگر یه ولتاژ گیت سورس منفی بهش اعمال کنه، الکترون های آزاده الکترون های آزاد کلن همه جمع میشن تو این کانال، تو این وسط به این شکل، و جریان در واقع از درین میاد میره به سورس. و اینجا کانال باریک شده، فشردگی کانال در نواحی اطراف درین به علت افزایش ولتاژ درین سورس، ولی کانال قطع نمیشه.
اشباع میشه جریان، یعنی این ناحیه‌ای که جریان اشباع شده، حالا میشه بگیم داره تقویت میکنه. درسته، اینجا داره تقویت میکنه، جریان اشباع میشه وقتی کانال اینجا فشرده میشه یا باریک میشه. در واقع میگیم که ترانزیستور اشباع شده و دیگه میتونیم به عنوان تقویت کننده استفاده کنیم. چرا؟ چون هر چقدر ولتاژ درین سورسش افزایش میدی، دیگه جریانش ثابت مونده، مثل یک منبع جریان تقریبا ایدئال برای ما داره کار میکنه، پس تقویت میکنه، یه جی ام داره. این جی ام کار تقویت کننده رو برای ما انجام میده. حالا چون ما مدار از این نمیدیم، خیلی مهم نیست، فقط یه اشاره خواستم بکنم که بتونید جیفت هم داریم بعدا اگر باش برخورد کردید.